تحمل آدم به خاطر این است که درد باز هم بیشتر بشه. اما هنگامی که درد اینقدر زیاد بشود که دیگر نتواند بیشتر بشود، سیاهان جنوب زارش میگیرد. بادهای موزی مرموم سنگین سرگردان، باد زار، باد جن، بادهای مثل برق چشم قربه در شب تاریک. سحر، سحر، you
سلام بابا. سلام عزیزم. باز این توپ شیطون داشت میرفت تو کوچه که؟ من انداختم. ای پس ای مامان شیطون، فکر کردم صبونتون رو تو رخت خواب میل میکنید. خسته نباشی، خیلی دیر کردی. دیشب خیلی سرمون شلوغ بود، چند تا مورد پشت سر هم داشتیم، تو همین نیم ساعت پیش طول کشید، چش رو هم نذاشتم. حال فسقلیه من چطوره؟ خوبه. بریم بابا چون خالی نکن، بریم صبونه بخون. بفرمایی. اینم ویار بود تو کردی انار تو این فصل. نصف اداره رو بسیج کردم، نمیم از کجا پیدا کردم بنده خدا. چه کیفی میده. میخوری ماما؟ نه دیرم شده. دیشب راحت خوابیدی؟ جنی آلی زاری ماری چیزی اذیتت نکرد؟ منم مثل تو تا صبح چش رو هم نذاشتم. من توی خونه راحت نیستم امیر، تو رو خدا یه فکری بکن، این شوخی نیست. چه فکری بکنم؟ آدم زنش همچی خونهی بهش به ارث برسه، بعد هر روز نیومده فکر رفتن به سرش بزنه، خنددار نیست؟ این خونه من نیست. میسازیمش همونطوری که تو دلت میخواد. دوستش ندارم. من همون آپارتمان 40 متری رو ترجیح میدم، ولی با آرامش. ولی من از این خونه خیلی خوش آمده. قولت یادت نره، گفتی فقط یه سال. بزل این ترس تو داره اعصاب منو میریزه به هم. ترس نداره که، از چی میترسی؟ منم هستم دیگه، تو با من احساس امنیت نمی کنی؟ نه اینکه دائم پیشمی. میخوای دیگه نرم سر کار، بشینم از صبح تا شب برات آب انار بگیرم نگات کنم؟ چرا انقدر اصرار داری اینجا بمونی؟ به همون دلیل که تو اصرار داری اینجا نمونیم. سهر رو تو میبری مدرسه یا من ببرم؟ خودم میبرمش، بعد یه سر برم آتلیه. تو یکم استراحت کن و به کارهای خونه برس. سهری مامانی، سحر کجا میری؟ سحر اینجا چی کار میکنی؟ اینو از کجا آوردی؟ از تو صندوق. این که قفل دروغ گو. خودش اومد بیرون. خودش همین جوری؟ دیگه نبینم بیای اینجا. از تو رو نمیریم. اومدیم. روپوش سهر رو تنش میکنی؟ Thank you.
چیکار میکنی؟ از دیوار عکس میگیری؟ ترسیدم. ترسیدی مرد به این خوشتیپی؟ چی حالت خوب نیست؟ چیکار میکنی؟ حالت خوبه؟ چرا این اشغالا رو جمع نمی کنی سرگرد؟ حالم به هم خورد. چش تیم سال. دیرم شد. خیلی خوب بریم. ببین یه تاریخونه برات میسازم که دیگه این روزا نری سر کار. کیف کن. دوستت دارم. ما بیشتر. سلام خاله جان. خوبی؟ صاحب خونه؟ چمالم از تو کجایی؟ جبران میکنم، قول میدم. همین قولات منو کشته. من چیکار کنم از دست تو ها؟ سیمین ببین چی پیدا کردم؟ عکسای قدیمی مال دوران دانشجوییمون. اینا کجا بودن؟ قاطی خرت و پرتا. اینا کیه؟ این علی رضاست دیگه. این علی رضاست مامان باباش. اینم منم. خجونم بیچارا چه میدونستن آتشی که تو خونه نگر میدارن اول خودشونو میسوزونه. تقصیر تو نبوده که. هرجان شاید بهتر بود تو اصلا با علیرضا عروسی میکردی، اینجوری کمترم عذاب میکشیدی. اون مثل برادرم بود. زهر مار. امشب جلسه احضار ارواح داریم. تو اینجا چی کار میکنی؟ ده بگو کی میاد. دکتر رهایی. وای باورتون نمیشه بچه ها، اون یه مدیومه. مدیومی که من تا حالا مثلشو ندیدم. طرف مثل براسات میمونه، میتونه توی چشم هم زدن با عرب. بس دیگه ول کنین چرت و پرتا رو. غزل جون من که حرف بدی نزدم. خب این عکسو دستت دیدم، خواستم با چخی کنم. همین دیگه نمیتونم. چه میرم اسم تو لعنتیه. دست از سرم بردار. آروم باش. من این رو هم بهش اشاره میکنم. هیس این داره همینجور ادامه میده. دختر دیوونه است بابا. من چی گفتم ها؟ من چی گفتم؟ من میگم تازه حالش خوب شده. درباره برسات و روح و مدیوم و این چیزه نباید جلوش حرف زد. سیمین جون من با چه زبونی باید بگم؟ من منظور بدی نداشتم. منظور بدی نداشتی ولی گند زدی. برو من خودم به زنگ میذارم. خدافظ.
بزن. خیلی خب بابا، چرا جیغ میکشی؟ شوخی هم نمیشه کرد با تو. خیلی گوده، به پا غرق نشی. نه ترس، شنا بلده. بادمجون رو به هم آفت نداره. تا آخر اون بیخریش خودتم. داری لوس میشی یا قرصاتم باید من بدم؟ اینو بخور، راحت بگیر، بخواب، به هیچ چیز بدم فکر نکن. منم میرم اداره، زود برمیگردم. نه امیر، تو رو خدا امشب نه، دیشب که شیک بودی. نمیخوام برم بمونم که، بعد دارم صورت وضعیت دیشب امضا کنم، زود برمیگردم. تو رو خدا، ازم دست من نیستش که. به جون خودت، به محصی که بتونم میپیچونم و برمیگردم. خب فقط امشب تا دست صورتو بشوری اومدم. برمیگردم تو صبح مورد سرت نگردم. خوبه؟ میدونم علکی میگی ولی باشه. عجب آدمی هستی ها. من تا حالا حرف علکی به تو زدم؟ کم نه. Thank you.
رنگه، فقط رنگ آروم باش. نظر جلو نیا، جلو نیا. من اینجا، بده من، نگران نباش، بده من. جلو نیا، جلو نیا. خواهش میکنم. نه چی نیست، جلو نیا. عزیزم نترس، من اینجا هم هیچی نشده، این خون نیست، رنگه. ببین گفتی تاریک خونه برات درست کنم، رنگ قرمز، فقط کسی اینجا نیست که، هیچ کس نیست. تو خواب بودی، تو خواب راه افتادی، فقط همین. کجا بودی؟ مگه نگفتی زود میاد؟ زود اومدم، به خدا زود اومدم. تو خواب بودی، نخواستم بیدارت کنم، همین پایین خوابم برد. من یه روانشناس خوب سراغ دارم. دوباره شروع نکن، ما قبلا این بحثو کردیم، من دیوونه نیستم. غزل خواهش میکنم اینه بچه ها رفتار نکن، فقط دیوونه ها رو که نمیبرم پیش روانشناس. دیوونه خودتی. آره آره، شاید اصلا مشکل از منه، منم میام، به خاطر من نه، به خاطر خودت هم نه، به خاطر اون بچه که تو شکمته. نمیخوام اینه سحر بشه. سحر مگه چشه؟ هیچی، من منظورتو گفتی. آره منظورم رو گفتم، اصلا منظورم همین بود. تو اون بشر رو به این روز انداختی، همش ترس، توهم، وحشت، نمیتونی خودتو کنترل کنی، اونم تو رو میبینه یاد میگیره. تو به چه حقی به اسلحه من دست دادی ها؟ غزل دیگه نمیرم به اسلحه من دست دادی ها. خوب چشاتو باز کن، از این به بعد ما چهار نفر به هم وابسته ایم، این زندگی همه ماست. مرکز بگوشم. من که اونجا رو بلد نیستم، خودت بیا من رو بر. اگه راست میگی اونجا بودی، بگو اسم معلمم چیه؟ ماریام. مامانی با مامانم، مامانی خوشگله، چرا قایم شدی؟ بیا اینجا. از کجا فهمیدی من اینجا؟ بابا گفت. اون که رفت بیرون. همین رو نمیگن که. اینا رو از کجا آوردی؟ از تو کلبه تو صندوق. نگاه کن، با من حرف میزنه. به مامانی بگو اومده بودی مدرسه. برای چی به اینا دست زدی؟ کی بهت گفت اینا رو برداری ها؟ مگه من نگفتم اونجا نرو؟ دیگه حق نداری پات اونجا بذاری، فهمیدی؟ ببخشید. باشه بریم.
بفرمایید. خوش اومدی. میگم زن جوان گرفتن همچین بهت ساخته ها، رو اومدی. اختیار دارین دکتر، من اصلا فکر نمیکردم بعد از مریم بتونم به زندگی برگردم، چه برسه که بخوام ازدواج کنم. نه ازدواج که برات واجب بود. حالش چطوره؟ من دوستش دارم. پرسیدم حالش چطوره؟ بد، خیلی بد. همه شبا کابوس میبینه، تو خواب راه میره، دائم اسم اون یارو مارمولک رو داره به زبان میاره. مارمولک؟ هم شوهرش دیگه. اسم شوهرش چی بود؟ بهزاد، ولی برسات صداش میکردن. میگن یارو تو کار احضار ارواح و مراسم زار و جنگیری و این چیز میزده. گفتی برسات؟ مطمئنی؟ مگه میشناسیش؟ حالا یارو اینقدر روانی بوده دائم به غزل شک داشته. آخر سرم علیرضا پسر عموشو جلو چشماش میزنه میکشه، به خاطر اینکه فکر میکرده با هم رابطه دارن. 11 تا ضربه چاقویش زده بود جلو چشم غزل. خب بعدش؟ هیچی دیگه. دادگاه محکوم میکنه بر اساتو، ولی پزشک خانومی میگه بیمار روانیه. عجب. سیمین کجایی؟ بیا برای مهمون آوردم. بیا تو، من اینجا. بیا بیرون مهمونت رو تحویل بگی، من قرار دارم. ترسیدم. چه عروسک، چرا این شکلیه بچه؟ سلام علیکم. سلام مانی جان. تو نمیگی دل من برات تنگ میشه؟ تازگی میگه من مانی رو بیشتر از مامانی دوست دارم. میبینی؟ چطوری؟ 2 ساعت پیشت بمونه، من برگشتم. مخلصشم هستم. تو کلن برو. میشنسیش؟ نه من میدیدم. میدونم. خب خیال راحت شد؟ خدا رو شو کوچولو سالمه سالمه. صدای قلبش هم که شنیدی. چند وقتشه خانم دکتر؟ نزدیک به 3 ماهش. پسره؟ جنسیتش که ماه دیگه مشخص میشه. شما باید خیلی مراقب خودتون باشین. استراب و عصبانیت واسه شما بچه سمه. برای من چی؟ خب این مرض مصریه دیگه، برای شما هم همینطور. امشب من شیفتم، ولی واقعا دیگه نمیدونم کی بذارم جای خودم. به کارت برس عزیزم. میخوای زنگ بزنم سیمین شب بیاد پیشت؟ میدونی امروز یادم اومد که من یه مادرم، از پس خودم برمیام، باید بر بیام. خیلی خوشحالم اینو میشنوم. برات وقت گرفتم از یه روانشناس خوب. میری؟ اگه تو بخوای میرم. موضوع برمیگرده به 10-11 سال قبل. تو دانشگاه بوشهر با برنزاد آشنا شدم. اون یه مدیوم خیلی قوی بود که راحت با ارواح ارتباط برقرار می‌کرد.
منم همیشه دوست داشتم عالم ارواح بشناسم. دوست داشتم با پدر مادرم که هیچ وقت ندیده بودمشون حرف بزنم. یه عمر حسرت دیدنشون به دلم مونده بود. اون پسر خوبی بود. ما هر روز بیشتر به هم نزدیک می‌شدیم. من احساس می‌کردم با وجود اون پدر مادرم کنارم. حس می‌کردم می‌شناسمش. یه جورایی دوستش داشتم. برای همین وقتی بهم پیشنهاد ازدواج داد با وجود مخالفت‌های عموم و زنموم قبول کردم. اون عاشق من بود. هنوزم هست. مثل روز برام روشنه. اون دست از سرم بر نمی‌داره دکتر. Thank you.
غزل سهر عوض کردیم شب اینجا بخوابیم، مگه نه سهر؟ چیکار کردی غزل؟ میخوای بگی چی شده؟ باشم خوبه هم حمله کرد، خیلی ترسیده بودم، میخواستم ازش فرار کنم ولی نمیشد، هر جا که میرفتم بود. زد به دستم، قاب عکسم اون شکوند. عزیزم دیشب باد و بارون شدیدی بوده، باد زده، اون پنجره باز شده، پرده گرفته بهش افتاده، شکسته دیگه. آره، حالا قاب عکس افتاد شکست. شما تو کلبه چی کار میکردی؟ تو حرفای منو باور نمیکنی نه؟ نه، نمیخوام باور کنم. برای هر چیزی دنبال دلیل منطقی میگردی. سهر چی؟ تا ولش میکنی میره تو کلبه و زور میزنه به دیوار. بچه چی میدونه؟ صدر خون میاد. آره، با شیشه های قاب عکس بریده، کار باد و بارون دیشب. اینا هاش، این زخم دستمه، باورتون نمیشه؟ خب معلومه که باورمون نمیشه. امیر این کارو کرده. آره، مسخره بازی در نیار سارا، داره جدی حرف میزنه. یعنی واقعا تو باورت میشه؟ آره باورم میشه. به من یه فکری کردم، البته اگه تو نترسید دوباره بازی در نیاری. بازی؟ معذرت میخوام، منظورم که اگه حالت بد نمیشه. دارم دیوونه میشم، نمیدونم چی کار کنم. اگه به امیر چیزی نمیگی احضار تو خونه بکنی، اگه موکلش تو خونه باشه معلوم میشه.
خوبی غزل؟ میدونم که اینجایی، فقط نمیدونم کی هستی که غزل و آزار میدی. اگه تو این خونه هستی خودتو به ما نشون بده. تو کی هستی؟ اسمتو به ما بگو. تو کی هستی؟ جانم خاله گریه نکن، نصر جان گریه نکن، گریه نکن، قربونت برم عزیزم. غزل میخوای پیشت بمونم؟ فقط برین، خواهش میکنم. بریم. برسات بود، هنوز دنبال غزله. خانوم دیدی که بیرونمون کرد، بریم. Thank you.
اینجا چیکار میکنی تو؟ حالت خوبه؟ بچه من نیست، بچه تو هم نیست، اونی حروم زاده است. چی گفتی؟ استاده خیلی که دیگه حالش خوب نبود. میدونی براسات به چه معناییه؟ نه، ولی اصرار داشت براسات صداش کنم. میگفت این اسم براش آشناتره. اونم فیلم همین مراسم زاره. باید دیدنی باشه. میدونی؟ من به مراسم زار احترام میذارم، دوستش دارم. واقعا؟ آره؟ تا بار چند بار تو اینجور مراسم ها شرکت کردم. چش. چی شد؟ چیزی نیست، فقط حالش بد شد. ای بابا غزل جان، غزل دکتر چی کار کنیم؟ یه دو روز بعد ببریمش بیمارستان، استراحت کنه بهتره. واقعا؟ نه، بیمارستان نه. آخه وقتی قاطی میکنه خیلی بد میشه. اینجا نمیشه توهم تسخیر. آره، مصرانه بر این باوره که تسخیر شده. این توهم انقدر قویه که گاهی صداش هم تغییر میکنه. اما اگه نظر منو بخوای، میخوای؟ حالا بگو. اون فقط یه مورد دو شخصیت از همین. اصلا بهش نزدیک نشو. از غریبه ها خوشش نمیاد، مخصوصا اگه دکتر باشه. اگرم دیدی با دیدن تو ملافه رو سرش کشید، خودت بیا بیرون. چون تو صبح قیامت هم که وایسی باهات حرف نمیزنه. نترسیدی که؟ میخوای باید بیام تو؟ من فروتن هستم. امروز حالت چطوره؟ اینجا همه چی خوبه؟ چیزی لازم نداری؟ فعلا نه، ولی اگه پسر خوبی باشی قول میدم که یه فکری براش بکنم. نمیخوای با من حرف بزنی؟ من میخوام کمکت کنم، با من حرف بزن. من به خاطر تو راه درازی اومدم. به خاطر من نیست، به خاطر غزله. برو گم شو.
کاملا مراقبش باش. به هوش که اومد منو خبر کن. چشم دکتر. من امشب خودم شیفتم، مراقبش هستم. تو هم نگران نباش، برو خونه. ماجرا چی بود؟ ببین راستش نمیشه جواب قطعی داد. اصطلاحا هم بهش میگن فوبیا، یه جور ترس عظیم و غیر واقعی از خاطرات گذشته. شاید حتی تسخیر به ترس‌های گذشته. دکتر یه جوری بگو منم متوجه شم. ببین این ترس روی تمام وجودش تاثیر گذاشته، روی تمام حواس پنجگانش. خاطرات تلخ و ترسناک گذشته توی اون داره دوباره زنده میشه، جریان داره، یه جورایی همه چیز برای اون داره از اول شروع میشه. خب سحر چی؟ اون بچه هم راه میره، اسماعیل صدا میکنه، یه کارایی میکنه، اون چرا؟ اون تحت تاثیر مادرشه، چون تو رو از خودش نمیدونه شدیداً به مادرش وابسته است. مادر رو نجات بدن دختر هم خوب میشه. چیکار باید بکنم؟ تو نباید کاری بکنی، من باید کاری بکنم. اصلا ببینم مگه من تو پرونده‌های پلیسی تو دخالت میکنم؟ تو فقط برو خونه که جلوی دست و پای من نگیری. اومدی؟ ببخشید معطل شدی. نه بابا مهم نیست. غزل چطوره؟ بهتره، نگران نباش. سحر خوابیده؟ آره خواب. غذا بیارم برات؟ نه خستم، میل ندارم. چایی هم حاضر اگه خواستی. من دیگه برم. کجا؟ مگه به خاله نگفتی شب بمون دیگه؟ اینجا بمونم شب؟ بخوای منم کابوسی شم؟ تو دیگه چرا این حرفا رو میزنی؟ حالا تو هی باور نکن. برسونم ایت؟ نه ماشین دارم، مرسی. سیمی ممنون که مراقب سهر بودی. عزیزم اینجا چی کار میکنی تو؟ مامان کو؟ مامان رفته خونه خاله، زود میاد. تو چرا بیدار شدی؟ من اینو میشناسم، این باباه. عزیزم بابا که منم، کی اینو بهت گفته؟ خودش بهم گفت. خود این آقاه؟ مگه تو دیدیش؟ الان تو اتاقمه. یه بار دیگه بگو. خودت بیا ببین. از کو؟ رفته.
اینا از کجا آوردی؟ من از اون میترسم. بیا اینجا بابا. بیا بشین اینجا. ببین دخترم، فقط و فقط من بابایی تو هم. فقط و فقط هم تو دختر خوشگل منی. خب؟ هر کی هم بخواد شما رو اذیت کنه من پدرشو در میارم. اتاق 103. اتاق 103. ممنون. من براساتو دیدم. حالش چطور بود؟ چی بگم؟ من به نظرم اون خودش یه قربانیه. بیشتر میخوام در موردش بدونم. از خانوادش بگو. کسی رو نداشت، فقط مادرش بود، طلعت، که اونم ظاهراً زن نجیبی نبود. زندگیش از راه فالبینی و احضار ارواح و این چیزا میگذشت. براساس برام تعریف کرده بود وقتی بچه بود بارها مادرش رو دیده بود که با مردای دیگه رابطه داشت. برای همین در اوج عشق شدیداً ازش متنفر بود. پدرش؟ پدرش چی؟ هیچ وقت نفهمید پدرش کیه. تو شناسنامش اسم پدر نبود. بیشتر وقتا واقعاً دلم براش میسوخت. توی این مدت هیچ وقت نخواستی به دیدنش بری؟ سلام غزل جون. سلام. چرا زحمت کشیدی؟ من دیگه کم کم داشتم میرفتم. قابل شما رو نداره. خب من دیگه مزاحمتون نمیشم. آقای دکتر فروتن، سارا و سیمین از دوستای قدیمی من که در ضمن دخترخاله امیرم هست. بله ذکر خیرشون رو شنیده بودم. خوشبخت. به همچنین. اتفاقا میخواستم که باهاتون ملاقات کنیم، چند کلمه با هم حرف بزنیم. مشکلی که نیست. یادت باشه چه قولی دادیم؟ آروم آقا باشه باقا اون کاری نه، من فقط میخوام ببینمش. همین یادت رفت. امروز سرحال به نظر میای. امروز میخوام بهزاد صدات کنم. این اسمو بیشتر دوست دارم. تو چی؟ به کمکت احتیاج دارم بهزاد. کمکم میکنی؟ در رابطه با غزله. میدونم هنوزم دوستش داری بهزاد. منو از اینجا ببر. میخوام یه بار دیگه ببینمش. اون زن منه. اون از تو میترسه. توی همه کابوساش تو هستی. اینو میفهمی یعنی چی؟ من دوستش دارم، اونم منو دوست داره. اذیتش نمی کنم. فقط منو ببر یه بار دیگه ببینمش. تو رو خدا، تو رو خدا.
اون دیگه زن تو نیست، اون ازدواج کرده بهزاد. من طلاقش ندادم، طلاقش ندادم، اون زن منه. قانون طلاقش داده، یادت نیست؟ خستم. یادت هست برای چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینجایی؟ بهزاد. بهزاد نیست، اون آشغال نیست. بهزاد کجاست؟ میخوام با اون حرف بزنم. بهزاد خوابیده، خسته. من دارم با کی حرف میزنم؟ من دارم با کی حرف میزنم؟ کسافت، آشغال، کسافت، آشغال، کسافت. چرا دست از سرش بر نمیداری؟ تقاصه چیو میخوای ازش بگیری؟ برای اینکه اونم آشغاله، اونم یه آشغاله. کسافت مثل طلعت مادرم، مثل تو، و ازش خرابه، از همتون خرابه، از همتون خرابه. کسافت، اشغال کسافت. امیر رو باشو ببینم. کسافت عوضی، باشو ببینم چی میگی تو؟ گردنت کلفته؟ حرف داری واسه گفتم؟ بلن ببینم. امیر، امیر ولش کن. گند زدی، گند. شما دختر خاله امیر هستی، در این حال واسطه ازدواج اون با غزل، درسته؟ بله، توی شرایطی احساس کردم که میتونم به هم کمک کنن. غزل تازه جدا شده بود، امیرم تنها زندگی میکرد، فکر کردم میتونه حامی خوبی باشه برای غزل. کی بهتر از امیر یا غیر مرد تنها؟ البته من فقط پیشنهاد دادم. کار خوبی کردید برای هر دوشون. اگه اشتباه نکنم اون ماجرا مال دوران دانشجویی شما و غزل و برسات بود، درسته؟ تقریبا. من با برسات تو بوشهر آشنا شدم. ما سال سومی بودیم، غزل سال دومی بود. بعد خب برسات علاقه من شد به غزل، تقاضای ازدواج کردم، جواب مثبت داد، بقیهش هم میگه شما میدونی. نظر شما راجع به برسات چی بود؟ برسات پسر خیلی خوبی بود و مدیوم خیلی قوی. البته من نمیدونم برای چی الان اینجوری قاطی کرده، ولی اینو میدونم که غزل رو خیلی دوست داشت. سوالمو یه بار دیگه تکرار میکنم، نظر شما راجع به برسات چی بود؟ منظورتون چیه؟ یعنی هیچ وقت بهش علاقه نداشتید؟ یعنی اینکه بخواید نگین این حرفو، نگه من احساس بدی به هم دست میده. غزل مثل خواهر منه، تنها دوست منه. غزل معتقده که برسات اونو اذیت میکنه، نظر شما چیه؟ یعنی برسات این توانایی رو داره که از توی آسایشگاه اونو اذیت کنه، شما باور میکنی؟ من باور میکنم. شما چطور باور میکنی؟ من؟ سوال سختی پرسیدم ها؟ نه.
اینو میگن آب انار تازه. وای دستت درد نکنه. خنکم هست. هگری همین الان توی یخچال درآوردم. مرسی. فقط یه مشکلی هست. چه مشکلی؟ چون خیلی روش زحمت کشیدم، میخوام خودم بخورم. خودتو لوس نکن. میدونی که من سر انار اصلا شوخی ندارم. من اصلا شوخی نمیکنم، جدی جدی گفتم. وایس تو ببینم. خوبه، خوبه شد. خیلی خوب، بیا بیرون. بیا دیگه امیر، بیا بیرون، خودتو لوس نکن امیر، بیا بیرون. خواب نبود. آروم باش، آروم باش. خوبی؟ توی خونه‌ای که عبادت باشه شیطان راه پیدا نمی‌کنه. یه چند ساعتی راحت میخوام. دیگه دارم از کوره در میرم دکتر، یه کاری بکن. یه بار از کوره در رفتی واسه هفت پشتم بس. بریم کلبه معروفتو به من نشون بده. اینجا چرا اینجوریه؟ این عکس‌ها رو کی زده؟ اینجا رو برای تاریک خونه میخواستیم درست کنیم. اکسال هم خود غزل چسبونده. میگه میخوام مقاومت کنم. بکن. همش رو بکن. براسات. اصلا میدونی براسات به چه معنیه؟ نه، متنفرم از این اسم. براسات اسم یه زار کافره. آخه زارا مثل ما محترمون و کافر دارن. زارا همشون اسم دارن. رایلو، دنفه، شخشنگر، همشون هم تو جنوب هستن. کاملا هم تعریف دارن. مثلا میگن اگر براسات کسی رو تسخیر کنه طرف دچار جنون میشه، تا نکشتش هم ولش نمیکنه. یاری شوخی میکنی دیگه. منظورت اینه که علت قاطی کردن یارو براسات تسخیر و جنزدگی و اینجور چیزاست؟ من همچی حرفی زدم. تو درباره مراسم زار پرسیدی، منم جواب تو دادم. اما اگه خیلی اصرار داری بدونی، من هیچ چیزی رو تو این ماجرا شوخی نمیبینم. دست بردار دکتر. جن کجا بوده؟ زار چیه مرد حسابی؟ جن کجا بوده؟ کتاب بخون. بیا این کتابو بخون، چیزای خوبی توش هست. اصلا میدونی تلفظ درست واژه جنون جنونه؟ یعنی جنی شده. تو همیشه ادبیاتت هم ضعیف بوده. دکتر الان وقت شوخی نیست، من چیکار باید بکنم؟ هیچی، اینا رو از بین ببر همشونو. فیلم، عکس، نگاتیو. اینجا رو هم ببن، تعطیلش کن. یه قرآن هم بذار کنار تخت غزل، یادت نره. Thank you.
صابر سلام، یه دقیقه بیا کارت دارم. دوباره که پیدات شد. ببین میتونی ما رو اخراج کنی؟ صابر توی این مدت که براسات بستری بود کسی به دیدنش اومده؟ خوب فکر کنم. خب آره، فکر کردن نداره. کی؟ زنش، خانم غزل صالحی. مطمئنی؟ آره. پس چرا تا حالا هیچی نگفتی؟ خب تو نپرسیدی. خانمش میاد معمولا هم پنجشنبه ها. یعنی پس فردا. آره. خبرم کن. باد کاری ندارم. خدافظ. چی؟ یعنی چی؟ من باور نمی کنم. مگه میشه؟ ازش میپرسم. خب آخرش چی؟ بالاخره که باید بفهمم. آها باشه، بهتون خبر میدم. فعلا. کی بود؟ دکتر فروتن. چی گفت؟ هیچی. پس چرا اینقدر به هم ریختی؟ مهم نیست. باشه بعد. دروغ نگو امیر، راجب من چیزی گفت. دروغ نگم؟ اگه این وسط کسی داره دروغ میگه اون توی، نه من. یعنی چی؟ منظورتو نمیفهمم. تمومش کن غزل این بازی رو. بازی کدومه؟ همون بازی که باش ما رو گذاشتی سر کار، همون بازی که داری ما رو دور میزنی، همون بازی که پنجشنبه ها میری ملاقاتش. پنجشنبه؟ ملاقات کی؟ پنجشنبه کجا بودی؟ چه میدونم، یادم نیست. دکتر، بیمارستان. بیمارستان؟ بله همون بیمارستانی که گزارش داده زنش میره ملاقاتش. زنش؟ بله زنش. مگه به غیر از تو زن دیگه هم داشته؟ دیوونه. آره من دیوونم، من دیوونم. برزاد، خیلی زود میای بیرون، دوباره با همی. فقط این بار دیگه قصدل نیست که تو رو از من بگیر. ببین به چه روزی انداختته. اون وقت خودش با امیره، خوشحال. میای بیرون، با هم زندگی میکنی، من و تو، با بچه‌مو. امروز مهمون داری، میخوای ببینی؟ قصه که برای تعریف کردم یادته؟ بابای واقعیت اینه. ای
بیا بیا عزیزم، از دیکتر بیا. من ماما غزل میخوام، بابا امیرو نزدیکتر بیا، برش کن بهش دست ازم. بابا امیرو بایسا دست ازم بهش آشکن. با منی گفتم فلش کن، گفتم فلش کن. تو با منی؟ من به خاطر تو با غزل. اسم غزل رو به زبونت نیار، اسم غزل رو به زبونت نیار، همه زندگی منه. برو بیرون. باید حدس میزدم. صابر آروم باش، آروم باش. پرستار سریع منتقلش کنی CCU. کار خودتو کردی، قلبش وایستاد. اومدم. سلام دکتر، تو کجا بودی؟ پیش من بود. پیش شما چی کار میکرد؟ بایسا بایسا کار دارم. برو برو پیش مامانت خیستر چی. بودو بودو دختر خاله من اصلا محال ممکنه. آخه چرا؟ اون در واقع واسطه ازدواج تو و غزل نبوده، دنبال داستان عاشقانه خودش بوده. شاید اینجوری میخواسته راه برگشت غزل به زندگی قبلی رو سد کنه. چشمتو باز کن، اون بوده که وکیل گرفته تا براساتو اعدام نشه. اصلا شاید قضیه قتل علیرضاون تقصیر اون بوده. سیمین؟ اون بوده که توسط همون وکیل طلاق غیابی غزل رو میگیره. اون دیوونه براسات بوده. فکرشو بکن، این عشقو این همه سال پنهون کرده. اون یه بیماره، یه بیمار خطرناک. همه اینا چه رفتی به کابوس غزل داره؟ ببین، تو تمام این مدت به دیدن براسات میرفته و در تمام این مدت اون بوده که خاطرات غزل رو ورق میزده، باهاش حرف زده. واکنش های دخترت، عکس ها و نگاتیب ها، جلسات احضار ارواح، حرفایی که به سهر زده، باور این که براسات میتونه روحش رو تسخیر کنه و همه این مزخرفات. من میکشم سیمینو. بایستا آروم باش، حالا که غزل حالش خوبه چیزی ندونه بهتره. معلوم نیست این هپروت ارتباط با ارواح در دوران دانشجویی چه گندی به روح اونا زده که هنوز دارن تاوانشو پس میدن. ولی غزل باید بفهم. فعلا نه، خودم بعدم باش حرف میزنم. بسی فقط نزده که سیمین به دیدنش بیاد. هرچند فکر نمی کنم دیگه خودشم این کار بکنه. خداحافظ. الو چی؟ مطمئنی؟
برساد مرد، یعنی تقریبا مرده. دکتر از بیمارستان زنگ زد، سکته کرده. من یه عذرخواهی بهت بده کارم. چیکار میکردم؟ عاشقش بودم. نباید منو تحقیر میکرد. نگام نکن اونجوری. مرکز شاهین به گوشم. یه مورد قطع اتفاق افتاده، یکی به اعزام شده. شما هر سری به محل بزنید. بله لطفا آدرسو بفرمایید. خیابان فاطمی، خیابان گلها، پلاک 11. دوباره بفرمایید. خیابان فاطمی، خیابان گلها، پلاک 11. چه آدرس خونه سیمینه؟ دریافت شد. جانم دکتر. بله بله. چی؟ کی؟ غزل؟ دلم خیلی برات تنگ شده بود. حامله‌ای؟
همیشه دوست داشتم. نترس، باهات کاری ندارم. تو دختر عزیز منی، تو عزیز منی، تو دختر منی. دیوانه! Hadi!
اتفاق؟ دخترم چیزی نیست عزیزم، چیزی نیست.